گوشفنگ گوشفنگ ما باشید با برنامه گوشفنگ. سلام، به یک گوشفنگ دیگه از شبکه تلویزیونی AMG خوش آمدید. حامی مالی این برنامه شرکت مهاجرتی پارسای در تورنتوی کانادا است. در این آیتم می‌خوایم در رابطه با نشانه‌های آمادگی برای مهاجرت صحبت کنیم. بسیاری از افراد با رویای مهاجرت زندگی می‌کنند و تمام زندگی اونها با رفتن و شروع زندگی در یک کشور خارجی پر شده. همه شرایط آماده است. تنها چیزی که باقی مانده تصمیم به رفتنه. عده زیادی از این افراد بین رفتن یا موندن مرددند. ترک کردن کشوری که در اون به دنیا آمدید و سالها در آن تحصیل و زندگی کردین به قصد کشوری که معلوم نیست چه چیزی در انتظار شما باشه کار سختیه. آگاهی از نشانه های آمادگی برای مهاجرت میتونه به تصمیم گیری بهتر شما کمک کنه. اما از کجا بدونیم که کاملا آماده مهاجرت و شروع یک زندگی کاملا جدید هستیم یا هنوز هم باید مدتی صبر کنیم؟ نشانه های آمادگی برای مهاجرت رو در این آیتم با هم میبینیم و میشنویم. بسیاری از افراد میدونن که رویای شیرین مهاجرت تنها در خیال خودشونه و در واقعیت مهاجرت روند آسونی نیست. از همون لحظه‌ای که به فکر رفتن میفتید، زندگی شما شروع به تغییر میکنه. باید در مورد کارهایی که باید انجام بدید و زمان انجام اونها فکر کنید. زمانی که یکی از کارهای شما از لیست حذف میشه، چیزهای دیگه‌ای باید اضافه بشن و همینطور این فهرست بی انتها ادامه خواهد داشت. پروسه مهاجرت پر از لحظه‌های سخت و ناراحت کننده است. روزهایی که خبرهای بدی دریافت کردید و در این حال روزهایی هم هست که یک گام به رویای خودتون نزدیکتر شدید. نیازی به حرف زدن در مورد استرس لحظه رفتن نیست که خودش سطح جدیدی از استرسه. اگر تصور میکنید قراره با مهاجرت روزهای خوشی را تجربه کنید، خیلی درست فکر نمیکنید. این تصور غلط شما باعث میشه که در آینده کمی سرخورده بشید و به فکر بازگشت بیفتید. باید از دشواری‌های راه آگاه باشید و با اونها به روشی مثبت و با ذهنیتی باز برخورد کنید. نشانه اول، شما آماده اید که تنها مهاجرت کنید. اگر جزو معدود افرادی هستید که چند یا حتی یک نفر رو در کشور مقصد دارند، بسیار خوشبختید. اما اگر جزو افرادی هستید که حتی یک نفر رو هم در کشور مقصد نمی‌شناسید، تجربه سختی در انتظار شماست. خرید بلیط به تنهایی، سوار شدن به هواپیما، رسیدن به کشور مقصد، کارهایی که باید پس از رفتن به کشور مقصد انجام بدید، پیدا کردن شغل یا سقفی برای خودتون، همه اینها لحظات سختی رو برای شما رقم خواهند زد. اما خوشبختانه در عصر مدرن اطلاعات و ارتباطات میتونید مسیر خودتون رو پیدا کنید. شما میتونید شغل‌ها رو آنلاین پیدا کنید و تمام فروشگاه‌های مورد نیاز خودتون رو هم به همین روش پیدا کنید. با همه اینها تحمل روانی سختی‌های این مسیر رو به تنهایی دارید و آماده رویارویی با آنها هستید. پس از مهاجرت روزهای سختی در انتظار شما خواهد بود. بعضی روزها خوشحال هستید، بعضی روزها غمگین. اما اگر به عنوان یک خانواده مهاجرت کرده اید، باید بیشتر از قبل از یکدیگر حمایت کنید. به احتمال زیاد گوینده جمله هر چیزی که تو را نکشد قوی ترت خواهد کرد یک مهاجر بوده. اگر با همسرتون قصد مهاجرت دارید، ترفند روانی اینه که هر دو همزمان با هم احساس اندوه و افسردگی نکنید. اگر یکی از شما احساس سردرگمی و افسردگی داره، دیگری باید قوی باشه، چرا که شما راه سختی پیش رو دارید و باید قوی باشید. نشانه دوم، به تصویر بزرگتر فکر میکنید. این یکی از مهمترین نشانه های آمادگی برای مهاجرته.
به خصوص اگر به تنهایی سفر نمی کنید. اگر در حال حاضر به دور و بر خودتون نگاه می کنید و آینده ای امن و خوشحال رو برای خودتون و یا فرزندانتون نمی بینید، مهاجرت یکی از گزینه های شما برای ساخت آینده ای امن‌تر و بهتر خواهد بود. اگه هر روز برای خانواده خودتون تصویری بهتر از آینده تصور می کنید، آماده طی کردن این مسیر دشوار هستید. نشانه سوم، همه چیز شما رو آزار میده. وقتی تصمیم به مهاجرت گرفتید، دلایلی وجود داشته. چه چیزی شما رو به فکر مهاجرت انداخته؟ چه چیزی در وطن شما رو آزار میده؟ چه چیزی شما رو ناامید میکنه؟ شکایت و ناامیدی از آب و هوا، سیاست‌های دولت، شغل، درآمد، تحصیلات، ترافیک و حتی هموطنان خود از نشانه‌های آمادگی برای مهاجرته. شما به جایی رسیدید که همه چیز در وطن براتون ناامید کننده به نظر میرسه. پس باید گامی رو به جلو بردارید و کاری برای زندگی خودتون انجام بدید. برای بررسی آمادگی برای مهاجرت، دلایل خودتون رو برای رفتن بررسی کنید. سپس اونها رو با شرایط واقعی زندگی در کشور خارجی مقایسه کنید. کدام یک به نفع شماست؟ سعی کنید در این مقایسه واقع‌گرا باشید. همه چیز رو در وطن سیاه نبینید و همه چیز رو هم در کشور مقصد رویایی تصور نکنید. برای مقایسه این دو، بهتره با کسانی مشورت کنید که این مسیر رو طی کردن و شرایط مشابهی با شما دارد. در این راه میتونید از یک مشاور هم کمک بگیرید. مشاور میتونه به شما در رفع تردیدها و رسیدن به قطعیت کمک کنه. نشانه چهارم، دیگه علاقه‌ای به شغل و محل زندگی خود ندارید. معمولاً یکی از مهمترین عواملی که باعث تردید نسبت به تصمیم به مهاجرت میشه شغله. اگه شغل خوبی در وطن خودتون داشته باشید که منبع درآمدی خوبی برای شما محسوب بشه، دل کندن از اون و رفتن به سمت شرایط نامعلوم ساده نخواهد بود. اما اگر هر روز به سختی برای رفتن به محل کار آماده میشید، نشانه های آمادگی برای مهاجرت در شما بیشتر شده. شغل و منبع درآمد مانع مهمی برای تصمیم مهاجرته. برای قطعیت در تصمیم خودتون با وکلای مهاجرت و مشاوران خبره در این راه صحبت کنید. نشانه پنجم، آینده‌ای برای خود در وطن متصور نیستید. چشم‌هاتون رو ببندید. آیا 10 سال دیگه خودتون رو در این کشور تصور می‌کنید؟ آیا می‌تونید 10 سال دیگه خودتون رو در همین خانه، شهر و کشور ببینید؟ اگر اینطور است، پس هنوز زمان مهاجرت شما نرسیده. اما اگر زندگی را یک حفره خالی می‌بینید که آینده‌ای پیش روی شما نیست، باید تابلوی زندگی خودتون رو در جای دیگری نقاشی کنید. از اینکه تا پایان این آیتم گوشفنگ از شبکه AMG با ما همراه بودید، از شما سپاسگزاریم. همچنین از شرکت مهاجرتی پارسای در تورنتوی کانادا که حامی مالی این برنامه است سپاسگزاریم. تا آیتم مهاجرتی آینده، خدا نگهدار.